آواربرداری از سمت آمریکایی پایگاه عین الاسد. آثار به جا مانده از موشک‌های ایران در حال پاک شدنند. موشک‌هایی که در انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس در اینجا فرود آمدند. با گذشت بیش از 10 روز از حمله موشکی ایران به این پایگاه، هنوز حال و روز سربازای آمریکایی بحث برانگیزه. به خصوص اینکه آقای ترامپ اول گفته بود هیچ سرباز آمریکایی در این حمله آسیب ندیده. اما ارتش آمریکا در بیانیه گفته که 11 تا از سربازان رو به خاطر آسیب ملایم مغزی به بیمارستان‌های خارج از عراق فرستادن. این هم این سوال رو ایجاد کرد که آیا آمریکایی‌ها می‌خواستن پنهانکاری کنن؟ به کلینیک پایگاه آمده ایم تا با سرپرست تیم پزشکی که بعد از حمله سربازان را معاینه کرده اند صحبت کنیم. آن شب همه را چک کردیم. نه کسی زخمی شده بود، نه شکستگی داشت، نه جراحاتی در اثر ترکش. علائم همه مثل هم بود و بلافاصله برگشتن سر کار. اما بعد از 2 روز چند تاشون به کلینیک اومدن و در واقع فرمانده هم خواستن که همه مجدد بررسی بشن. به خاطر اینکه در معرض موج انفجار قرار گرفته بودند، در بعضی هاشون هم نشانه های آسیب موج گرفتگی دیده میشد. تصمیم بر این شد که برای مراقبت بیشتر تعدادشون رو به بیمارستان های بیرون از اینجا بفرستیم. نه به خاطر اینکه حالشون وخیم بود، بلکه به دلیل اینجا امکانات کافی نبود. البته میتونم بگم همه به زودی سر کار برمیگردن، اما فعلا فکر کردیم بهتر تحت نظر باشن. Necessary to fully diagnose the breadth of their injury, so they sent them to areas to where they could get that imaging. چرا همون موقع و قبل از اینکه آقای ترامپ بیاد بگه کسی آسیب ندیده این موضوع گزارش نشد؟ سوال خوبیه، اما به طور معمول نشانه های موج گرفتگی نیاز به 24 ساعت وقفه و صبر داره. بعد از این وقفه دوباره ما بیمار رو بررسی میکنیم و زمانی رو در نظر میگیریم برای تشخیص کامل موج زدگی. چون بعضی مشکلات دیگر مثل استرس در اثر مواجهه با وضعیت اضطراب‌آلود هم ممکنه نشانه های مشابه داشته باشه. آیا میتونه باعث مرگ بشه؟ نه، خیلی به ندرت. وقتی که واقعا شرایط وخیم باشه. اما سطح آسیبی که اونا دیدن نگران کننده نبود. وقتی ما نگران مرگ میشیم چه شرایط واقعا هشدار دهنده باشه. اون وقت همون شب قطعا منتقلشون میکردیم. This is the place from the collision forces, not American base here. این پایگاه نیروهای ائتلاف، نه پایگاه نیروهای آمریکایی، و اینجا لشکری وجود نداره و سلاح سنگینی هم نیست. ما میخواییم همه ببینن که ما فقط با ائتلاف همکاری میکنیم و نیروی جنگنده یک کشور دیگری اینجا برای مقاصد دیگه نیست. مسئله اینه که بحران بزرگی بین ایران و آمریکا وجود داره و اونها عراق رو وسط قرار دادن. این بحران ما نیست، بحران ایران و آمریکاست و ما اومدیم نشون بدیم که در عراق چی میگذره. هنوز نه آمریکایی‌ها و نه عراقی‌ها حاضر شدند درباره منبع رازآلود هشدار زودهنگامی که به دست آمریکایی‌ها رسید صحبت کنند. هشداری که به گفته فرماندهان پایگاه جان بسیاری از سربازان را از مرگ حتمی نجات داد. با آنکه این پایگاه در اصل عراقی است و میزبان نیروهای ائتلاف، هیئت نیروهای مسلح عراق و رسانه‌های عراقی همراهشان آخرین کسانی هستند که بعد از موشکباران به این پایگاه آمدند. نفیسه کوهنورد، BBC عین‌الاسد.